بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به همه دوستان گرامی، همونطور که در اطلاعیه های مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد اعلام شد، موضوع بحث این جلسه ما رمزگشایی از افول توسعه صنعتی در ایران هست. ارائه دهنده این بحث جناب آقای حسین رجب‌پور هستند. آقای رجب‌پور دانش آموخته دوره دکتری اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی هستند و از کارشناسان دفتر گروه مطالعات توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس. با توجه به وقفه چند دقیقه‌ای که در شروع جلسه داشتیم، من نکات مورد نظر خودم رو در بحث مقدمه هم صرف نظر میکنم از مطرح شدنشون و از جناب آقای رجب‌پور تقاضا میکنم که بحثشون رو شروع بفرمان، مانند جلسات گذشته در قسمت اول جناب آقای رجب‌پور طرح مسئله میفرمایند و تحلیل خودشون رو ارائه میکنند، در قسمت دوم من نکاتی رو مطرح خواهم کرد و در قسمت پایانی هم به اندازه زمان باقی مانده انشاءالله توفیق شنیدن نکته ها و پاسخ به پرسش های دوستان گرامی رو خواهیم داشت. من با سپاس از جناب آقای رجب‌پور تقاضا میکنم که بحثشون رو شروع بفرمایند. سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که این برنامه رو میبینم. تشکر میکنم از جناب دکتر بهمنی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که بتونم مباحث خودم رو در این زمینه امروز خدمت شما ارائه کنم. موضوع بحث رمزگشایی از دلایل افول توسعه صنعتی در ایران هست. من بحثم رو سعی میکنم در هفت محور ارائه بدم که در واقع این هفت محور عبارتند از: در مرحله اول اهمیت توسعه صنعتی، سپس تبیینی از وضعیت فعلی و افول توسعه صنعتی در ایران، بحث سوم علت کاوی های وضعیت فعلی هست و در واقع توضیحاتی که داده شده در این زمینه، بحث چهارم به کاستی های این تبیین ها و توضیح ها و توجیه های فعلی اشاره داره، بحث پنجم در واقع اون محوری هستش که من بیشتر میخوام روش تاکید کنم، یعنی بحث اهمیت استراتژی توسعه صنعتی، و در بحث ششم من تجربه ایران رو از این زاویه میخوام بررسی کنم، و در نهایت الزامات چیرگی بر افول رو در سطح کلان و جهتگیری کلی میخوام خدمت شما ارائه بدم. بحث اول که راجع به اهمیت توسعه صنعتی هست، ما در بحث‌های اقتصادی یک نقطه کانونی داریم در بحث‌هایی که راجع به عملکرد اقتصادها در طول زمان هست و اون بحث رشد اقتصادی هست. بسیاری از اقتصاددانان راجع به رشد اقتصادی نظریه پردازی کردن و اینکه
برای که یک اقتصاد از جایگاه فعلیش به جایگاه بالاتری در مراحل توسعه دست پیدا بکنه، نیازمند این هستش که رشد اقتصادی مستمر و بالایی رو داشته باشه، که بعضا در تحقیقات اقتصادی مثلا گزارش تبیین رشد اقتصادی که مجموع مطالعاتی بوده در زمینه رشد توسط بانک جهانی انجام شده، رشد بالای در واقع 5% رو مثلا دنبالش بودن، یا گزارش کمیسیون رشد رشد بالای 7% رو برای یک بازه 25 ساله که حالا لزوماً نمستمر، در یک بازه 50 ساله حداقل 25 سال رشد بالای 7% رو تجربه کرده باشن. از این شاخص برای اینکه ردیابی بکنن عملکرد یک اقتصاد در طول زمان تغییر کرده یا نه استفاده کردن. در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان و نظریه پردازان هستند که مهمتر از تاکید بر رشد برای اینکه ما بفهمیم در طول زمان عملکرد یک اقتصاد تغییر کرده یا نه رو تمرکزشون رو میذارن بر در واقع توسعه صنعتی. این اقتصاددانان که محور بحثشون تحول ساختاری هست معتقد هستن که زمانی رشد اقتصادی مستمر خواهد بود و پایدار که یکی از اجزای مهم اون تحول صنعتی باشه، و دلایلی هم برای این دارن که من به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، یک بحث این هستش که بخش صنعت بهره‌وری بالاتری داره و اقتصادهای در حال توسعه که معمولا از یک پایه کشاورزی شروع میکنن به در واقع تجربه کردن رشد، اگر کسب و کارهای اونها به تدریج از بخش کشاورزی و سهم بالای اون به سمت سهم بالاتر بخش صنعت انتقال پیدا بکنن، با توجه به این که بهره‌وری فعالیت‌های صنعتی بالاتر هست، این خودش رو، این تغییر بهره‌وری و تغییر ساختاری خودش رو به صورت پیوستگی و پایداری رشد نشون میده. یکی دیگه از بحث این هستش که برخلاف بخش کشاورزی، امکانات بخش صنعت برای رشد بهره‌وری نامحدود هست، به خاطر اینکه بخش صنعت لزوماً با محدودیت منابع روبرو نیست و با توجه به اینکه نقش نوآوری و دانش در صنعت بسیار بالا هست، میتونه در بلند مدت رشد بهره‌وری رو پیوسته ادامه بده و این برای پایداری رشد و مستمر بودن رشد خیلی حیاتی است. و در مقابل البته یک گروه دیگه هستن که بیشتر بر فراصنعتی شدن تاکید دارن و اینکه ما از مرحله توسعه صنعتی گذشتیم و امروز اقتصادها به مرحله در واقع خدماتی شدن رسیدن و شاید اقتصادهایی که امروز رشد اقتصادی رو شروع میکنن نیاز نداشته باشن که در واقع تحول صنعتی رو تجربه کنن و سهم بالای بخش صنعت رو تجربه کنن. در مقابل این استدلال‌ها پاسخ‌هایی که داده شده، یکی این هستش که به هر حال بخش فناوری، بخش خدماتی مثل بخش دانش بنیان یا فناوری اطلاعات که امروزه به عنوان یکی از پیشگامان رشد بهره‌وری مطرح میشه، اگر بخواد رشد بکنه نیاز داره تا پیوند داشته باشه با بخش صنعت. اگر اقتصادی بخش صنعت پیشرفته‌ای نداشته باشه، نمیتونه بخش خدمات در واقع با کیفیت بالایی رو تجربه کنه. یا استدلال دیگه‌ای که وجود داره این هستش که ما در عمدتاً در کشورهای رشد بخش بالای فناوری اطلاعات و خدمات دانش بنیان رو می‌بینیم که اون کشورها به اصطلاح بخش‌های ساده‌تر تولید رو به جاهای دیگه انتقال دادن و کانون‌های نوآوری رو در اختیار خودشون نگه داشتن. ما ارزش افزوده‌ای رو در این کشورها نصیب بخش فناوری اطلاعات می‌بینیم که حاصل شرکت‌های بزرگی هستش که در نتیجه صنعتی شدن در این کشورها شکل گرفتن. و البته این بحث بی‌پایان هست میانه نظری پردازان، ولی در واقع استدلال‌هایی که برای اهمیت بخش صنعت آورده میشه کافیست تا ما حداقل مجاب بشیم که باید به توسعه صنعتی نگاهی دقیق‌تر بندازیم و اگر افولی رو در اون تجربه می‌کنیم
خواهان این باشیم که دلایلش رو واکاوی کنیم و برای در واقع عبور از این وضعیت چاره‌اندیشی کنیم. در بحث دوم من میخوام وضعیت موجود در اقتصاد ایران رو مقداری شرح بدم. ما در زمینه وضعیت اقتصادی در یک دهه گذشته نیازی به توضیح نداره که داریم یک وضعیت آشفته‌ای رو تجربه میکنیم. از نرخ‌های رشد اقتصادی منفی درآمد سرانه‌ای که فاصله نسبتاً زیادی پیدا کرده با وضعیت سال 90، وضعیت تورم‌های دو رقمی و بالا، رشد نقدینگی بالا و سایر متغیرهای کلان که ما در اونها وضعیت خوبی نداریم. از نظر توسعه صنعتی هم شاید ما اگر نگاهی بکنیم به دو متغیر کلیدی در بخش صنعت، یکی متغیر وضعیت بهره‌وری تولید، شاخص ها نشون میدن که از سال 90 تا 97 وضعیت بهره‌وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 1.5% کاهش پیدا کرده، بهره‌وری سرمایه 0.7% و بهره‌وری کل عوامل تولید در این دوره 1.2% به صورت سالانه کاهش داشته و ما امروز در وضعیتی هستیم که بهره‌وری عوامل تولید ما نسبت به سال 90 کاهش پیدا کرده. از منظر تشکیل سرمایه که نشان دهنده رغبت در واقع فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری هست، متوسط بازه 90 تا 97 در حوزه ماشین‌آلات -4%، در حوزه ساختمان -6% و در کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص -4% هست. مقایسه این اعداد با هدف گذاری های برنامه‌ریزان شاید به ما کمک بکنه. در واقع هدف گذاری برنامه ششم گفته شده بود که ما باید رشد سالانه 8% اقتصادی داشته باشیم که از این رشد سالانه 8% 2% این رشد باید نتیجه رشد بهره‌وری می‌بود و ما الان در شرایطی هستیم که نه تنها به رشد 8% دست پیدا نکردیم که رشد منفی رو به روش شاهدش هستیم و در کنار اون در واقع با کاهش میزان بهره‌وری در اقتصاد ایران مواجهیم که وزنیم در واقع چراغ‌های خطر رو برای ما روشن کردن که با یک وضعیت نابسامانی در سال‌های آینده روبرو خواهیم شد. بنابراین نیازی به در واقع واکاوی بیشتر نداره. ما با همین در واقع شاخص‌های کلان میتونیم بفهمیم که چه میزان وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر بغرنج است. خیلی ساده شاید بشه گفت سه پاسخ مهم به این که چرا وضعیت فعلی ما چنین هست و امروز در آستانه سال 1400 بعضی ها از دهه فعلی به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نام میبرند. برای وضعیت فعلی یک پاسخ در واقع خیلی دم دستی این هستش که ما بگیم به خاطر موج‌های تحریمی که اقتصاد ایران باهاش مواجه بوده، یعنی سال 90-91 و سال 97 تا کنون ما دچار این وضعیت شدیم. یعنی آثاری که تحریم بر محدودیت منابع و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران داشته و شوک‌های خارجی که به ما وارد شده کافی است تا ما انتظار داشته باشیم که چنین عملکرد ضعیفی رو تجربه کنیم. دومین پاسخ در واقع مبتنی بر این هستش که ما مشکلاتمون در اقتصاد ایران یک دلیل بنیادینش این هستش که در طول این دهه ما دست به اصلاحات ساختاری نزدیم و به خاطر به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری ما با آشفتگی عملکرد اقتصادی روبرو شدیم. و پاسخ سوم این هستش که به دلیل اینکه ما استراتژی نداشتیم و نقشه راه خودمون رو نمی‌دونستیم که ما در زمینه توسعه صنعتی چه اولویت‌هایی داریم و چگونه باید اقداماتمون رو هماهنگ کنیم با مشکل مواجه بودیم. به طور کلی هر کدام از این پاسخ‌ها یک وجهی از توضیح وضعیت فعلی رو بر عهده دارن. اما اون چیزی که من میخوام روش تاکید بکنم این هستش که اگر ما بخوایم بنیادی تر به مسئله نگاه بکنیم در واقع باید پاسخ سوم رو براش
جایگاه بیشتری قائل باشیم، چون حتی اگر ما از وضعیت تحریم هم خارج بشیم، در صورتی که نتونیم راهکارهایی برای داشتن استراتژی اتخاذ بکنیم و یک استراتژی منسجم نداشته باشیم، ما دوباره در یک شرایط اگر نه رو به افول، در یک شرایط راکدی باقی خواهیم. اگر ما نگاه بکنیم به وضعیت فعلی، من برای اینکه توضیح بدم چرا مسئله سوم اهمیت بیشتری داره، چند تا در واقع فکت از وضعیت کنونی اقتصادی ایران آوردم. به طور مثال شما در سالهای 90 تا 96 شاهد این بودید که بعد از یک جهش قیمت مسکن در سالهای ابتدایی این دهه، بازار مسکن و ساخت و ساز به شدت دچار رکود بود، که این رو میشه از پروانه های ساختی که در طول این سالها داده شد در واقع ردگیری کرد. اما به محض اینکه تحریم ها رخ داد، دوباره با در واقع رشد قیمت مسکن ما مواجهیم و یه رونق نسبی که نسبت به اون سالها در این بازار تا یه حد ایجاد شد. بنابراین اگر تحریم عامل اصلی افول اقتصاد ایران بخوایم ما بهش نام بدیم، ما شاهد این هستیم که بعضی از بخش‌های اقتصاد ایران در شرایط تحریم اتفاقا با رونق روبرو شدن. مثال بارزتری که من میتونم برای این حوزه بزنم رونق صنایع معدنی و شیمیایی هست. در هر دو دوره این تحریم ها ما با رشد بالای ارزش افزوده و سوداوری این صنایع مواجهیم، که اگر مثلا بورس به شدت رشد میکنه، پیشران های رشد بورس همین صنایع معدنی هستن، یعنی فلزات اساسی، کانی های غیر فلزی، صنایع در واقع شیمیایی ها، پتروشیمی ها. و اگر ما قائل به این باشیم که تحریم هستش که باعث شده ما با افول بهره وری و افول تشکیل سرمایه روبرو باشیم، تحریم به صورت متناقضی وضعیت بخش هایی که در حال حاضر در اقتصاد ایران در واقع بخش های سودآور یا به نوع پیشران بعضا ازشون نام برده میشه رو تقویت کرده. و اگر ما بخوایم تمام مشکلاتمون رو به مسئله تحریم واگذار بکنیم، نمیتونیم توضیح بدیم که چرا در شرایط تحریم ما با رونق بعضی از صنایع مواجهیم ولی عملکرد کلی صنعت ما رو به افول هست. نکته بعدی در مورد انجام اصلاحات ساختاری و اینکه بعضا گفته میشه که اصلاحات ساختاری انجام نشده، از اونجایی که عمده مباحث مربوط به اصلاحات ساختاری راجع به جهش‌های قیمتی و تغییرات در قیمت‌های کلیدی هست، ما اگر نگاهی به تحولات یک دهه اخیر بکنیم، در مورد مثلا نرخ ارز شاهد این هستیم که در سال‌های 90 97 و اکنون 99 ما با شوک‌های نرخ ارز روبرویم که در حدود 20 برابر نرخ ارز رو در اقتصاد ایران افزایش دادن. و اون استدلال هایی که گفته میشه به خاطر اینکه نرخ ارز در ایران تعدیل نشده، ما در توسعه صنعتی عقب افتادیم و در واقع صادرات ما رشد نکرده به خاطر که ما نرخ ارز مؤثرمون رو به نزول بوده، تحولات یک دهه اخیر داره نشون میده که برخلاف این بوده. از منظر تعرفه ها درسته که در این دو دوره تحریم ما با افزایش موانع تعرفه‌ای مواجه شدیم، ولی از سال 93 تا سال 97 ما شاهد این بودیم که کاهش تعرفه ها رو داشتیم. اما این کاهش تعرفه ها میتونیم بگیم که به یه جهش صادراتی عمده مواجه نشد، ولی در هر حال ما شاهد یه نوع اصلاحات ساختاری از منظر تعرفه ها بودیم. مسئله سوم قیمت حامل های انرژی است. در سالهای 89، 94 و 98 ما سه شوک قیمتی به حامل های انرژی رو داشتیم که امروز شاهد این هستیم که قیمت حامل های انرژی از چیزی اولوشه، اگر اشتباه نکنم 100 تومن در سال 89 قیمت بنزین، امروز به 3000 تومن رسیده، یعنی ما 30 برابر کردیم قیمت انرژی رو. بنابراین اگر ما قائل به این باشیم که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشده، من میتونم این رو نقد کنم، ما شوک‌های قیمتی آنچنانی به اقتصاد ایران در این یک دهه وارد آوردیم. بخش دیگری از این مسئله این هستش که اگر ما بگیم که چون اصلاحات ساختاری نکردیم وضعیت تولید رو به افول بوده،
در این سالها با در واقع کلیدواژه حمایت از تولید مشوق‌های گسترده‌ای برای بخش تولید انجام شد، یعنی تلاش شد که ساختارها اگر وجود داره ما با یه مشوق‌هایی بخوایم از اون عبور کنیم. به عنوان یک شاخص کلیدی دیگه که در مباحث مربوط به اصلاحات ساخته از اون بحث میشه، نرخ سود بانکی واقعی منفی رو ما در این سالها شاهد بودیم که برای حداقل تشکیل سرمایه میتونه مشوق باشه. اگر ما بگیم که بخش‌های صنعتی ایران از این نرخ سود بانکی در واقع نتونستن استفاده بکنن و طبق اون نظریاتی که میگه نرخ سود وقتی که غیر واقعی هست بازار بانکی جیره بندی میشه، حداقل ما باید شاهد این باشیم که تشکیل سرمایه در واقع رشد بکنه و ما در واقع شاهد این باشیم که نرخ سود بانکی واقعی منفی به دلیلی که تشویق میکنه سرمایه گذاری ها رو اگر نه در حوزه ماشین‌آلات و صنعت، در حوزه ساختمان ما مثلا این تشکیل سرمایه رو به نوعی ببینیم، اما این رو ما شاهدش نبودیم. یا در واقع طرح‌های گسترده حمایت از تولیدی که در این سالها اتخاذ شده و انواع و اقسام منابع بانکی که برای حمایت از تولید اتخاذ شده نشون میده که با این نوع سیاست گذاری ها ما نتونستیم بر افول صنعتی غلبه کنیم. و اینجاست که اون پاسخ سومی که من بیشتر میخوام بهش تاکید بکنم اهمیتش مشخص‌تر میشه. یعنی ما علارغم این که میتونیم بگیم که آنچنان که این دو پاسخ در واقع روشون تاکید میکنن نه تحریم، میتونیم بگیم که عامل اصلی افول توسعه صنعتی ماست نه عدم انجام اصلاحات ساختاری، چون ما شواهدی از تأثیرات متفاوت اینها یا انجام هر کدوم از این توصیه ها رو داریم. اما اون چیزی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران قائل هست داشتن یک استراتژی توسعه صنعتی مشخص هست. در طول این سالها ما درخواست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی رو داشتیم و در بند الف ماده 46 برنامه ششم توسعه هم این درخواست از وزارت صنعت صورت گرفته، اما شاهد تدوین یک سند یا اجرای شدن اون نبودیم. و از اونجایی که این سند در این درخواست در برنامه چهارم تا ششم تکرار شده و هر دوره در سال آخر دولت‌ها سندی منتشر شده که هیچ وقت مبنای سیاست گذاری قرار نگرفته، شاید ما در سال 99 یا حتی اردیبهشت سال 1400 شاید این باشیم که سندی هم منتشر بشه، ولی این نوع سند نویسی نشان دهنده داشتن یک استراتژی نیست. به طور خلاصه من اگر بخوام استراتژی رو تعریف کنم، استراتژی در واقع یک راهکاری است برای هماهنگسازی اهداف و اقدامات در قالب یک زنجیره به هم پیوسته و یک کل، و در واقع استراتژی وظیفه‌اش این هستش که مسیر رو به ما نشون بده که ما چه اقداماتی و چه توالی‌هایی باید داشته باشیم تا بتونیم از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه برسیم. با توجه به این که درخواست اصلاحات ساختاری به نوعی یک نوع استراتژی توسعه هست و اونهایی که تحولات اقتصادی ایران رو نسبت میدن به اینکه ما باید حتما اصلاحات ساختاری رو صورت بدیم تا بتونیم به توسعه صنعتی دست پیدا بکنیم، من وجوه در واقع استراتژی این پاسخ دوم رو کمی بیشتر بحث کردم. مقاله هست از استاد دانشگاه هاروارد دنی رودریک با عنوان راهبردهای رشد که این مقاله توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده، اما شما در کتاب دکتر یوسفی استراتژی‌های توسعه اقتصادی هم میتونید این ترجمه این مقاله رو ببینید که یک فصل از این کتاب در واقع این مقاله هستش. دنی رودریک در بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه از منظر سیاست‌گذاری و توصیه‌هایی که راجع به اصلاحات ساختاری میشه معتقد هستش که با مثالی که خودش توضیح میده، اگر ما یک مریخی رو دعوت بکنیم و بعد
از اون به اون توضیح بدیم که اگر یک اقتصاد بخواد درست کار بکنه باید مشوق‌های در واقع بهره‌وری رو فراهم بکنه و این مشوق‌ها از طریق دستور کارهایی مثل خصوصی سازی، آزادسازی، مقررات زدایی، اصلاحات مالیاتی و غیره باید انجام بشه و بعد تجربه کشورها رو جلوش بگذاریم او با یه پارادوکس مواجه خواهد شد. به طور مثال او یه توضیحاتی در مورد اقتصاد چین میده که اقتصاد چین در دهه 1970، انتهای دهه 1970 اقتصادی بود کمونیستی که کاملا تحت تاثیر در واقع آموزه هایی بود که در اون اقتصاد بازارها خیلی کوچک یا غائب بودن و دولت در نقش اصلی قرار داشت. اگر یک اقتصاددان اون اقتصاد رو مشاهده میکرد با توجه به اینکه 70% جمعیت این کشور در اون دوره بیش از 70% در روستاها زندگی میکردن، اولین توصیه این بود که اصلاحات اقتصادی باید از روستاها شروع بشه و شما در روستاها شاهد این بودیم که غلاتی که کشاورزان تولید میکردن توسط دولت با قیمتگذاری دولتی خریداری میشد و کشاورزان روی زمینهای اشتراکی کار میکردن، یعنی نه مالکیت خصوصی وجود داشت نه بازاری برای قیمت. اگر به یک اقتصاددانی که با این چارچوب فعلی است، چارچوب اصلاحات ساختاری ازش درخواست میکردید که به شما توصیه بده، اون به شما میگفت که برای این که این کشاورزان مجاب بشن که تولیدشون رو افزایش بدن شما باید مشوق‌های درستی به اینها بدید. برای این مشوق‌ها شما باید قیمت محصولات کشاورزی رو آزاد بکنید و بگذارید که بازار تعیین بکنه. و برای اینکه کشاورز بدونه تمام حاصل کارش به خودش برمیگرده شما باید زمین‌های کشاورزی رو هم خصوصی بکنید. از اونجایی که در واقع این آزاد شدن قیمت محصولات کشاورزی هزینه هایی که دولت باید برای خرید محصولات کشاورزی برای بخش‌های مورد نظر خودش انجام بده رو افزایش میده و اون عایدات ضمنی که قبلا میتونسته به دست بیاره رو کاهش بده، دولت باید اصلاحات مالیاتی رو هم همزمان شروع کنه. و از اونجایی که قیمت مواد غذایی با اصلاحات در بخش روستایی افزایش پیدا میکنه و کارگران شهری که دارن بخش عمده معیشتشون به محصولات غذایی وابسته هست در واقع هزینه زندگیشون میره بالا و احتمالا اونها درخواست دستمزدهای بالاتری در بخش شهری میکنن، باید همزمان بهره‌وری کارخانجات شهری هم رشد بکنه و این باعث میشه که این اقتصاددان احتمالا به ما توصیه بکنه که شرکت‌های دولتی که در حوزه شهری هستن اینها باید خصوصی بشن تا انگیزه افزایش بهره‌وری برای اونها اتفاق بیفته. همین توصیه ها رو ما اگر بخوام ادامه بدیم، به خاطر اینکه بهره‌وری شرکت‌هایی که خصوصی شدن محقق نخواهد شد تا زمانی که اونها بتونن در حوزه قیمت گذاری هم آزاد باشن، دولت باید قیمت گذاری رو هم کاهش بده و آزادسازی رو در قیمت‌های شهری رو هم همزمان پیش بگیره. و از اونجایی که بعضی از شرکت‌ها ناکارا هستن و بعضی های دیگه کارآمدتر هستن، برای که آزمون کارایی هم انجام بشه باید بخش مالی هم در واقع تغییر بکنه و ضوابط بازارهای مالی هم تغییر بکنه تا امکان بازسازی به اونها داده بشه. در کنار این، چون احتمالاً مقداری از کارگران هم بیکار خواهند شد، باید یک تور حمایت اجتماعی هم وجود داشته باشه برای اینکه کارگران بیکار بتونن از یک بیمه بیکاری برخوردار بشن. در مجموع از منظر این نوع توصیه سیاستی، اصلاح در بخش کشاورزی نیازمند اصلاح در بقیه بخش‌های اقتصاد هست و همزمان اقتصاددان‌ها باید تعادل‌های گسترده‌ای رو که در اقتصاد برقرار کنن، چون در واقع تبعات اصلاحات در یک حوزه و اون در واقع میشه گفت انتظاراتی که از اصلاحات در یک حوزه وجود داره محقق نخواهد شد مگر اینکه اصلاحات در حوزه‌های دیگه انجام بشه. و اگر شما برای یک مریخی بیاید توضیح بدید که بهبود بهره‌وری در یک اقتصاد در واقع وابسته است به یک همچین اصلاحاتی و بعد تجربه کشورها در دهه 1980 میلادی رو براشون توضیح بدید که بسیار از کشورهایی که این دستور کارها رو اجرا کردن ناموفق بودن و چین که این دستور کارها رو اجرا نکرد به این نحو
موفق بود، او از شما خواهد پرسید که چگونه ممکنه و شما باید یک پاسخ منطقی برای این داشته باشید. رودریک فقط، من اینجا چون موضوع اصلی بحث نیست، فقط اشاره میکنم به تجربه چین که چین چگونه برای افزایش بهره وری در بخش روستایی از یک رویکرد متفاوت استفاده کرد. چین برای اینکه بتونه بهره وری رو در بخش روستایی افزایش بده و تامین مواد غذایی رو رشد بده، به خاطر اینکه اثرات اصلاح در بخش روستایی به بخش شهری کشیده نشه و نیازمند انجام بیشمار تعادل در بخش شهری نباشه، کاری که کرد یک نظام دونرخی رو ایجاد کرد. نظام دونرخی که در اون کشاورزان باید به اندازه سهمی که دولت ازشون انتظار داشت با نرخ مصوب تولید میکردن و علاوه بیش از اون رو میتونستن در بازار آزاد و با قیمت آزاد بفروشن. این باعث میشد که اصلاحات در این بخش نیازمند به اصلاحات شهری نباشه. از طرف دیگه کشاورزان چون میدونستن که علاوه بر سهمیه میتونن در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشن، انگیزه بیشتری برای تولید داشتن. در کنار اون، دولت با یک مفهومی به نام نظام مسئولیت خانوار سعی کرد که حقوق مالکیت رو به اونها اعطا بکنه که اونها انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشن. و در چین با توجه به اینکه زمین‌های کشاورزی خصوصی نبود و هنوز هم خصوصی نیست، اونها از قراردادهای اجاره استفاده کردن که به مرور مدت قراردادهای اجاره رو افزایش دادن برای اینکه انگیزه تولید بلند مدت‌تر بشه. بنابراین اونها از ترتیبات نهادی، اصطلاحاً اگر بخوام تخصصی بگیم، متفاوتی استفاده کردن برای اینکه اون اهداف رو به دست بیارن. مفهوم استراتژی اینجا خودش رو نشون میده که استراتژی مسیری است که شما برای رسیدن به یک هدف اتخاذ میکنید. افزایش بهره‌وری چیزی است که در چارچوب اصلاحات ساختاری وابسته است به اصلاحات قیمتی. یعنی شما باید قیمت‌ها رو آزاد بکنید تا به اون هدف بهره‌وری برسید، در حالی که ممکنه راه‌های دیگری وجود داشته باشه. و در واقع رودریک داره استدلال میکنه که استراتژی اینجا مهمه و کشوری مثل چین که تونست اصلاحات موفقی داشته باشه اتفاقا از یک مسیر متفاوتی رفت و این باعث شده که در دهه‌های اخیر الگوهای متفاوتی مطرح بشه. مثلا خود رودریک هاسمن و غیره الگوی آسیب شناسی رشد رو مطرح کردن که به جای تعادل‌های همزمان مهمترین در واقع گلوگاه‌ها رو توش مورد توجه قرار بدن. حالا ما اگر بخوایم از این زاویه به تجربه ایران نگاه بکنیم که در بحث چون در واقع بعدی من هست، اون چیزی که ما در تجربه توسعه صنعتی در ایران شاهد هستیم این که ما عموماً با توجه به مدهای جهانی و اون چیزی که در جهان الگوی رایج بوده می اومدیم سیاست گذاری میکردیم بدون اینکه واقعاً گلوگاه‌های خودمون رو بشناسیم و راهکار براش داشته باشیم. به طور مثال ما اگر به برهه پایان جنگ تحمیلی بازگردیم که زمانی بود که دوباره در واقع سیاست‌گذاری های توسعه در ایران شروع شده، ما شاهد آغاز برنامه ریزی توسعه بعد از انقلاب هستیم، ما قیودی داشتیم. از جمله این که به دلیل اینکه ما تجربه استراتژی جایگزینی واردات قبل از انقلاب داشتیم، ما یک ساختار صنعتی در ایران شکل گرفته بود که قیدمون بود. از طرف دیگه ما با ملی سازی ها در دوره انقلاب در واقع مواجه بودیم که یک بخش دولتی بزرگ رو برای ما ایجاد میکرد. ما از دهه 50 و آغاز بیماری هلندی یا بگیم تشدید بیماری هلندی با تورم های دورقمی مواجه بودیم که انگیزه های بسیار بالای سفته بازی رو در ایران ایجاد کرده بود و ما میتونیم به عنوان یک گرایش بلند مدت به در واقع روند کوچک شدن مقیاس تولید در ایران از این دوره اشاره بکنیم که مقیاس سرمایه گذاری های صنعتی به صورت مستمر در حال کوچک شدن بوده و این رو ما میتونیم به اون رشد گرایش های سفته بازانه و خروج پول از مدار صنعتی به مدار در واقع بخش نامولد بهش اشاره کنیم. در کنارش ما قیمت گذاری گسترده رو داشتیم، خب به خاطر شرایط جنگ که این هم یکی دیگه از قیود ما بود. از طرف دیگه ما به خاطر
شما باید حتما اصلاحات ساختاری بکنید تا به توسعه برسید. راهکار عمده‌ای که در دهه 70 صورت گرفت بر چند محور استوار بود. من در واقع در این وقت جلسه فقط یک در واقع جهت‌گیری کلی رو میگم که به سمت این رفت که ما بریم شرکت‌های دولتی رو به سرعت خصوصی سازی بکنیم، به سمت آزادسازی بریم که آزادسازی یکی از نقاط کلیدیش در اون دوره شناورسازی نرخ ارز یا جهش نرخ ارز بود. سعی شد کالاهای دو نرخی حذف بشه و قیمت‌گذاری ها کاهش پیدا بکنه. مسئله دیگه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که از اون به عنوان یکی از نقاط عطف یاد میشد، چون در دوره قبل دولت در زمان جنگ به شدت با استقراض خارجی مخالف بود، اما در این دوره بحث فایننس خیلی مورد توجه قرار گرفت. و بحث دیگه توسعه مناطق آزاد بود برای توسعه مزیت ها و اینکه ما اگر در واقع معافیت های مالیاتی بدیم صنایع خود به خود شکل خواهند گرفت. و از میان این چهار محور عمده شاید بتونیم بگیم که مسئله جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان نقطه بحرانساز اصلی در واقع ظاهر شد و حجم بالای بدهی های خارجی که در سال 72 کشور باش مواجه شد موجب تنگنای ارزی و به دنبالش جهش ارزی شد که نهایتاً باعث شد که بسیاری از جهت‌گیری‌هایی که در این دوره اتخاذ می‌شد تا حد زیادی متوقف بشه. در دهه 80 ما باز شاهد موج‌های دیگری از تلاش‌ها برای اصلاحات ساختاری هستیم که میتونیم ما به تصویب اصل 40 تفسیر اصل 44 اشاره کنیم که خصوصی سازی رو در شرکت‌های بزرگ دنبال می‌کرد، آزادسازی رو در قالب تلاش‌هایی که برای یکسان‌سازی نرخ سود صورت گرفت و تمایز بانک‌های توسعه تجاری رو در واقع برداشت، توسعه مناطق ویژه در کنار مناطق آزاد و هدفمندی یارانه ها، اینها همه تلاش‌هایی بود که برای اصلاحات ساختاری در این دهه انجام شد. در دهه 90 هم دو محور داشته تلاش ها برای اصلاح ساختاری، یکی ادامه هدفمندی بوده که تلاش شده باز هم با جهش قیمت در واقع حامل های انرژی اون قیمت های نسبی به تعبیری اصلاح بشه. و مسئله دیگه تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی است که تا پیش از اون که آمریکا از برجام خارج بشه محور اصلی مباحث سیاستمداران در اقتصاد ایران بود، که شاید بگیم این شعار که توسعه باید توسعه برونزا و درونزا و برونگرا باشه اشاره به همین فرمول هستش که تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. در برنامه ششم توسعه هم ما شاهد اون بودیم که در واقع سیاست‌گذاران مدام عنوان می‌کردن که اگر ما بخوایم به رشد 8% برسیم ما باید در مجموع 5 سال 200 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، چیزی حدود 40 میلیارد دلار سالانه، در حالی که در بهترین سال جذب سرمایه گذاری خارجی ایران 4 میلیارد دلار در سال بود، اونم بیشتر برای پروژه‌های نفتی. و در شرایطی که قیمت نفت افول کرده بود معلوم نبود که چنین حجمی از سرمایه گذاری خارجی چگونه قرار جذب بشه. یک نمونه دیگه من بگم که ترکیه در همسایگی ما که بسیار ساختار اقتصادی متفاوتی داره چیزی حدود 16 میلیارد دلار سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته. بنابراین این رویکرد مدام در اقتصاد ایران تکرار شده. در این سال و به روی ساختار صنعتی ما این نکته برای ما موثر بود. در کنار این ما یک سری جهت‌گیری‌ها داشتیم که کمتر در تریبون‌های رسمی اعلام می‌شده ولی در عمل موثر بوده. به طور مثال دولت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بسیار عظیمی روی صنایع فلزات اساسی و شیمیایی داشته. طرح‌های توسعه پارس جنوبی که بخش مهمی از صنایع پتروشیمی ما اونجا در واقع احداث شدن عمدتاً با سرمایه‌گذاری‌های دولت یا با مشارکت دولت پیش برده شد. امروز شما می‌بینید که مثلا ایمیدرو طرح جامع فولاد رو نوشته، در حالی که برای هیچ صنعت دیگری ما طرح جامع به اون معنی نداریم. این نشون دهنده توجهی هستش، یا ما نفس شکل‌گیری ایمیدرو یعنی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی در ایران در سال 79 در حالی که معادن و صنایع معدنی پیشران توسعه در هیچ جای دنیا نیستن نشان دهنده تمرکز بالایی بوده که به روی در واقع بخش معدنی در اقتصاد ایران صورت گرفته بود. یا مثلا میشه
به آمارهایی که در مورد وام‌ها و تسهیلات بانکی به بخش معدنی در اقتصاد ایران وجود داره اشاره کرد. به طور مثال در کتاب استراتژی توسعه رقابتی که کتابی است در سال 84 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو اون رو نگاشته در مورد ایران و ترجمه شده، به اون اشاره کرد که در اونجا آمارهای وجود داره که در بازه سال 70 تا 80 چه بخش بزرگی از تسهیلات بانکی راهی این صنایع شیمیایی و فلزات اساسی می‌شده. و اینها اون چیزی که مهمه در کنار این، از سال 74 تا سال 80 قید کمبود منابع ارزی باعث میشه که در بخش خودروسازی ایران به نوعی جایگزینی واردات ناخواسته شکل بگیره و این سیاست گذاری منجر به رشد قطعه سازی ها در ایران میشه. به طور کلی اگر ما بخوایم اثر این جهتگیری ها رو به روی ساختار صنعتی ایران توضیح بدیم، ما میتونیم ببینیم که بخش نساجی ایران که در سال 55 چیزی حدود 32% ارزش افزوده صنعتی رو به خودش اختصاص داده، در سال 90 به چیزی حدود 9% ارزش افزوده میرسه و به شدت سهمش کاهش پیدا کرده. یکی از دلایل افت سهم صنایع نساجی غیر از مسائل ملی سازی ها و بعداً نهادهایی که وارد اون حوزه شدن، جهش های ارزی هستش که در ابتدای پس از جنگ در حالی که این صنایع نیاز به نوسازی دارن، جهش های ارزی پس انداز زدایی میکنه از اونها و به نوع اینها رو عقب میندازه. اگر بخوایم شاید بشه به کتاب دکتر زونوز اشاره کرد، تجربه سیاست صنعتی در ایران، که در اونجا اشاراتی وجود داره به اثر این سیاست ها بر بخش صنعتی، یا در مطالعات یونیدو هم به نوعی این مسئله تا حدی مورد توجه قرار گرفته. بنابراین ما میتونیم ببینیم که این نوع سیاست گذاری صنعتی صنایع کاربر ایران رو دچار یک نوع پس افتادگی میکنن. در مقابل این جهش های ارزی و جهش های قیمتی خودشون رو به صورت رویکردهایی که به کمک بخشای سرمایه بر و معدنی ایران اومدن نشون میدن. یعنی بجز هدایت سرمایه گذاری ها، ما در دهه 80 شاهد این هستیم که بخش عمرانی بودجه دولت عمدتا صرف توسعه زیرساخت ها میشه که این توسعه زیرساخت ها به نوعی میتونه صنایع معدنی رو تحریک توسعه بکنه. و در دهه 80 به دلیل اینکه دولت با یه رونق نفتی مواجه بود، هزینه‌های عمرانی افزایش پیدا کرده بود که به روی این بخش‌های صنایع معدنی تاثیر داشت. در کنار اون، مهاجرتی که به شهرها و کلان شهرها در اقتصاد ایران صورت گرفته و ما شاهد تغییر گسترده ترکیب میان شهر و روستا در طول زمان بودیم، به صورت یک نوع تقاضای جدید برای مسکن و زیرساخت‌ها در بخش شهری خودشون نشون داد که این هم به روی جذابیت صنایع معدنی مثل سیمان، مثل آهن، فولاد که برای این حوزه تولید می‌کنن تاثیرگذار بود. در کنار اون، در سه دهه گذشته ما با جهش‌های گسترده قیمت مسکن و زمین مواجه بودیم که جذابیت سرمایه‌گذاری در ساختمان را افزایش داده و خودش برای این صنایع تولید تقاضا می‌کنه. و در کنار اون، یک پدیده جدیدی که ما در این سال شاهدش بودیم، موج ویلاسازی در حاشیه شهرها و نقاط خوش آب و هوا بوده که این هم به شدت ساخت و ساز رو تحریک میکنه. در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری ثابت در ساختمان چیزی اولوش فکر میکنم 40% تشکیل سرمایه ثابت هست، در حالی که در کشورهای صنعتی چیزی اولوش 12% هست. خود این حجم بالای تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رونق ساخت و ساز رو نشون میده که باعث شده بعضن در اقتصاد ایران امروز گفته بشه که بخش ساختمان پیشران هست. از منظر بررسی هایی که ما انجام میدیم، نوع سیاست گذاری هایی که در سده گذشته صورت گرفته برای اینکه بخش ساختمان پیشران بشه در واقع تعیین کننده بوده و ما نمیتونیم مستقل از سیاست گذاری های صورت گرفته بگیم که در هر شرایط ممکنی بخش ساختمان بخش پیشران است و باز ما علاوه بر سیاست‌گذاری های قبلی دوباره باید همه توجهات رو به این سمت ببریم. و در واقع نتیجه این نوع سیاست‌گذاری این هستش که
اگر ما قائل به این باشیم که در مراحل توسعه صنعتی کشورها از مرحله منبع بنیان به مرحله کارایی بنیان و سپس مرحله دانش بنیان میرن که سه مرحله توسعه صنعتی است، ما شاهد این بودیم که ترکیب ساختار صنعتی ایران از سمت صنایع کاربر یا صنایع کارایی محور، اصلاح بکنم، صنایع کاربر در اقتصاد ایران هیچ وقت بخش اصلی نبودن، از بخش صنایعی که تا حدی کارایی درشون اهمیت بیشتری داشته، ما به مرور به سمت صنایع منبع محور رفتیم. امروز در اقتصاد ایران بخش‌های مهم صنایع شیمیایی هستن، پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فلزات اساسی، کانی‌های غیر فلزی، که همه این صنایع صنایعی هستن که وجه مهمشون این هستش که منبع محور هستن. بنابراین اگر ما دقت بکنیم تا پیش از وقوع شوک‌های تحریمی، اقتصاد ایران در حال تجربه قفول در مراحل توسعه صنعتی خودش بوده و اتفاقی در نتیجه تحریم افتاده این هستش که این فرایندهای قفولی رو تشدید کرده. ما در دهه 90 شاهد این هستیم که قیمت مسکن جهش پیدا کرده، اما با توجه به اینکه قدرت خرید کاهش پیدا کرده، ما نمیتونیم اون انتظارات دهه قبل رو در این دهه داشته باشیم. در کنارش درآمد دولت هم کاهش پیدا کرده و از محل سرمایه گذاری و عمرانی هم ما نمیتونیم این مسئله رو مواجه باشیم که در واقع توسعه زیرساخت‌ها به صورت بگیره و هزینه های ناشی از در واقع جهش قیمت ها و جهش هزینه ها هم بر اون اضافه شده و رکود، ابعاد رکود صنعتی رو در اقتصاد ایران تشدید کرده. در مجموع جنبندی از این بخش این هستش که آن چیزی که ما امروز مشاهده می کنیم بخشش نتیجه در واقع شرایطی است که از گذشته به ما به ارث رسیده و بخشش نتیجه سیاست گذاری هایی است که بدون توجه به قیدهایی که در طول زمان ایجاد شده، مدام گرایش های در واقع قفولی رو در اقتصاد ایران به یه نحوی تشدید کرده. و در نهایت اگر ما بخوایم الزاماتی برای خروج از رکود قائل باشیم، مسئله این استش که استراتژی دو کارکرد مهم رو باید ایفا بکنه. اول اینکه هماهنگسازی بکنه ببخشید، و دوم اینکه اولویت ها رو مشخص بکنه. مسئله اینجا استش که ما در زمینه ساختارها باید یک الگویی داشته باشیم که با توجه به قیودی که وجود داره به ما بگه که ما چه سیاست‌هایی رو باید اتخاذ بکنیم. سه قید بسیار مهم داریم که ما باید به اونها توجه بکنیم. قید اول این که ما سیاست‌هایی در گذشته داشتیم که امروز محیط عمل ما رو محدود کردن. دوم این که ما سازمان‌هایی داریم که در طول زمان تأسیس شدن و این سازمان‌ها هر کدوم اختیاراتی دارن. اگر ما شاهد این هستیم که توسعه صنایع شیمیایی گسترده شد یا فلزات اساسی، یک دلیلش این بود که وزارت معادن که بعداً ادغام شد در وزارت صنعت، این بسیار توجه گسترده روی توسعه معادن انجام میداد، مستقل از اینکه در سازمان برنامه و دستگاه فرابخشی چی میگذشت. و دست آخر قوانین، در سال اخیر ما با قوانین متورمی مواجه هستیم، انواع اقسام قوانینی که اینها قرار بوده تسهیل تولید بکنه و هر کدوم قیدهای جدیدی به قیدهای که گذشته اضافه کرده. در زمینه ساختارها مهمترین ساختار در واقع این هستش که ما بخش نامولدی داریم که این بخش نامولد در سالهای اخیر در پی شوک‌های قیمتی اثرش بسیار بیشتر دیده میشه و باعث میشه سرمایه گذاری از مدار تولید به مدار در واقع سفته بازی در واقع سوداگری زمین، ارز، طلا، سکه و در سالهای عادی تر توی مدار تجارت بازرگانی و واردات و صادرات در واقع وجود داشته باشه. مسئله ارز هستش که یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران، باید با توجه به همه وجوه سیاست گذاری بشه و ما دیگه شاید این نباشیم که وعده های آنچنانی داده بشه که با هر جایش از این ما صادراتمون روش خواهد کرد. مسئله هدایت سرمایه گذاری ها به بخش تولید وجود داره که به غیر از بخش نامولد بحث نهادهای مالی و بحث تامین مالیش هست. مسئله تعرفه ها هست و مسئله مدیریت قیمت انرژی که به طور مثال شوک حامل های انرژی در سال 89 به یک باره بسیار از صنایع ما که انرژی بر بودن رو با یه سری مشکلات مواجه کرد.
و اینها همه باید در یک استراتژی دیده بشه. و دست آخر این هستش که اگر که این دو مسئله دیده بشه، سپس ما برای این که بتونیم تحول ساختاری بدیم، اونجا هستش که استراتژی باید به سمت این بره که ما تنوع‌یابی و افزایش پیچیدگی رو در اقتصاد ایران دنبال بکنیم. متاسفانه سیاستی که فعلا صورت میگیره در چارچوب مثلا انتشار فهرست اولویت‌ها از همه اون قیدها و شرایط اولیه صرف نظر میکنم و به یک باره میخوام با یه فهرست اولویت ما تنوع و پیچیدگی و مرحله توسعه صنعتیمون رو هم افزایش بدیم. ببخشید که طولانی شد، در قسمت بعد من آماده هستم اگر که سوالی هست و سوالات دوستان جواب بدم. خب بسیار ممنونیم از جناب آقای رجب‌پور به خاطر نکته های بسیار ارزشمندی که مطرح کردن. با توجه به محدودیت هایی که ارتباط اینستاگرامی ما با دوستان عزیزمون داره، ما برای دقایقی دوستان رو ترک میکنیم و انشاءالله در یک فاصله کوتاهی مجددا در خدمت خواهیم بود.